به نام یاد خدا و با تقدیم سلام به شما بیننده های عزیز تلویزیون خورشید، خیلی خوش آمدیم به برنامه رسم زندگی. تا ساعت 2:30 با ما همراه باشین. معمولا بعض افراد هستن یا خب خوابشان خیلی کم هست، معمولا یا خب اصلا خواب ندارن. این همه اختلالات، یعنی خیلی عوامل زیاد داره که این اختلالات در خواب دیده میشن در بسیاری از افراد. امروز ما هم میخوایم روی این اختلالات در خواب صحبت بکنیم، علت و عوامل که باعث این اختلالات در خواب میشن و همچنان راه های جلوگیری و راه های حل و راه های درمانش را بحث میکنیم. موضوع خیلی ها جالب است. شما صحبت ما رو تعقیب بکنین و لحظات بعد شما هم میتونین که سهم بگیرین در برنامه. 0220-2093 هم فعال میشه و ما منتظر تماس های شما میباشیم. اگر شما در خوابتان مشکل دارین که میخواین در برنامه با ما در جریان بگذارین، ما در خدمت شما حتما سوال شما را پاسخ میگوییم. خب مهمان را هم با خود دارم، صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشم. دکتر صاحب سید کمال جلال، متخصص امراض روان و اعصاب، امروز با ما در برنامه هستن. بیاین بیشتر در رابطه به این اختلالات خواب با دکتر صاحب صحبت ها داشته باشیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. شکر، سلام بر شما. دوستایی که می بینن عرض ادب دارم، خدا کنه که طی وقت روز بخیر و عافیت سپری کرده باشه. سلامت باشین. خب دکتر صاحب، قبل از اینکه روی اختلالات بحث بکنیم، بیاین روی خواب که عادی و نرمال است صحبت بکنیم. که یک خواب که خیلی هم عادی و نرمال است چگونه؟ چون در این رابطه یکی از دوستان هم مبین جان سوال داشتن، گفتن که معمولا انسان ها به چند ساعت خواب نیاز دارن، یعنی در رابطه به خواب نرمال کم صحبت بکنیم. چرا نه؟ ببینید، سابق فکر میکردن که زندگی ما انسان ها دو مرحله داره، مرحله خواب و مرحله فقدان خواب. یعنی مرحله بیداری و فقدان بیداری. امروز دانشمندان دریافتند که خود خواب هم جز فعال زندگی ما شماست. یعنی خواب مرحله غیر فعال زندگی ما نیست، خواب مرحله فعال زندگی ماست که از باعث اماهنگی مناطق متفاوت مغز خواب ایجاد میشه، از باعث کارکرد فیزیولوژیک روانشناختی و متفاوت است که خواب ایجاد میشه. بله، فاکتورهای متفاوتی در ایجاد خواب نقش داره. مثلا هایپوتالاموس یک قسمت از مغز است، نیوروترانسمیترهای متفاوتی است که در ایجاد خواب، در تنظیم خواب نقش دارن، و از همش کدام مهمتر نور، نور خورشید. یعنی از طرف روز کسایی که به قدر کافی نور میگیرن، نور باعث تنبه غده به نام پینل گلند یا غده صنوبری در مغز است، باعث میشه که بیش از حد میلاتونین، یک هورمونی است که کیفیت خواب بالا میبره. یعنی اشخاصی که طبق معمول به قدر کافی از نور خورشید استفاده میکنن، شواب به قدر کافی خواب منظم دارن. ضرورت خواب، نیاز خواب در اشخاص متفاوت، در سنای متفاوت متفاوت است. مثلا پیش اطفال نوزاد، حدود اطفالی که نو تولد شده الی سه ماه اول حیاتشان است، بیشتر از 17 ساعت برای خواب ضرورت دارند. حتی در بعضی کتاب ها میگه اگر اینی اطفال بیشتر از 20 ساعت هم خواب کنن گپی ندارم. معمولا سن که زیاد شده میره، ضرورت خواب کم شده میره. طبق معمول اطفالی که مکتب میرن، حدود بین دهه 6 ساله یا 5 ساله هستن، اینا بیشتر از 10 ساعت به خواب ضرورت دارن. هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ کمیت. یعنی در خواب تنها کیفیت، کمیت مهم نیست که باید ما بیشتر از چند ساعت بخوابیم. هم کیفیت مهم است، هم کمیت مهم است. و اشخاص بزرگ، اشخاص کاهل، طبق معمول 6 ساعت الی 9 ساعت ما میگیم که باید بخوابن. طبق حد اوسط اگر ما تعیین کنیم، 7 ساعت خواب بده 24 ساعت برای شخص کاهل متفاوت است. مگر این ضرورت خواب از یک شخص دیگه متفاوت است. به این معنی که یک کس بیشتر 8 ساعت خواب میکنه، 7 ساعت خواب میکنه، مگر میخیزه آیا تازگی را داره یا نداره از خواب که میخیزه؟ احساس خوابولدگی روزانه داره یا نداره؟ آیا توانمندی پیش برد عمرات یومی خود داره یا نداره؟ حافظش درست است یا نیست؟ پر انرژی است یا نیست؟ خدا کنه که اینمی میارد با 6 ساعت خواب بدست بیه، یا خدا کنه که بیشتر از 9 ساعت خواب بدست بیه، ایره ما خواب نرمال میگیم. هر زمانی که شخص احساس میکنه وقتی که از خواب میخیزه احساس تازگی نمیداشته باشه، احساس سراحل نمیباشه، توانمندی تفکر و پیشبرد امورات نمیداشته باشه، ما میگیم که شخص بیخواب است. این مهم نیست. ما از لحاظ ضرورت خواب اشخاص شارت سلیپر داریم، کسایی داریم که در 24 ساعت 5 ساعت خواب میکنن سراحل هستن. برعکس کسایی داریم که به خاطر پیشبرد امورات یا میخواد بیشتر از 9 ساعت برای خواب ضرورت دارن. ای به این معنی نیست کسی که بیش از 9 ساعت خواب کرده او پر خواب است. نه، به خاطر پیش برد عمرت یومی خود او بونه مقدر خواب ضرورت داره. یعنی طبق معمول حد اقل دوستا اگر هر 24 ساعت زندگی خود 8 ساعت شب به خاطر خواب وقف کنن،
و این 8 ساعت اصلا برای کسی نبخشن. بله این بسیار مهم است. بعد از فعالیت هایشان خیلی خوب و سرحال هم میباشه. بسیار خوب. خب دکتر سیبوی اختلالات بحث میکنیم، اینکه این اختلالات در خواب چه هست و ناشی از چه هست؟ معمولا اختلالات خواب متفاوت است. طبقه بندی شده مثلا ما اختلالات بیخوابی داریم، اختلالات پرخوابی داریم و اختلالات پاراسومنیا. متاسفانه برای پاراسومنیا اصطلاح معادل نی به زبان دری نی به زبان پشتو ما داریم. معمولا پاراسومنیا اختلالات خوابی است که شاید شنده باشه کسی در خواب صحبت میکنه، کسی در خواب را میره، کسی در خواب با وحشت از خواب میخیزه، دندان کروچه یا دندان خود میجوه. اینیا پاراسومنیا است یا جز اختلالات خواب است. بعض اختلالات است که همراه خواب میباشه، مثلا اختلالات اپنه انسدادی، مثلا اختلالات سندروم پای بیقرار. طبق معمول شاید شما شنیده باشه بیشتر دوستا از خصوصا بعد از دهه پنجم و ششم زندگیشان این اختلال شروع میشه، وقتی که میرن به بستر خواب، یعنی وقتی که فعالیت فیزیکیشان محدود میشن. اینی وقت است که ناراحتی در اندام ها شروع میشه، خصوصا اندام های تحتانی. مریض صدا میکنه یکی از اعضای فامیل خود که پای بسیار درد میکنه، بیا پای مرا چاپی کن، چک کن، فشار بدهش، یا بعض وقت با چادر بستش میکنه. اینی خودش هم جز اختلالات است که با خواب همراز ببخشه. و اختلالات وحشت خواب، اختلالات کابوس شبانه، اینی چیز برنامه اختلالات خواب است. چیزی که زیاد عام است معمول است او بیخوابی است. بیخوابی است که تقریبا بیشتر از 75% اشخاص یا افراد جامعه از بیخوابی شکایت دارن. بیخوابی دلایل متفاوتی دارم. مثلا کسایی که از اختلالات دوامدار در رنج هستن، مثلا شاید مبتلا به نوعی از سرطان باشن، شاید مبتلا به مشکلات طرق تنفسی باشن، نه اینا همش یا درد بسیار جدی دارن، درد بسیار شدید دارن، پیش از این مردم خواب مختل است. و دکتر سیب کسایی که بیخوابی گفتیم بیخوابی دارن، معمولا 1% بیشتر با تابلت های خواب عادت کردن و غیره نمیشن، اما حالت کش خواب ندارن. چون این چیزی است. بله بله، یعنی بعض وقت دلیل بیخوابی ما خود دوای خواب است، دوایی که خودسرانه استفاده میشه. چرا بیشترین دوای خواب دوای اعتیاد آور هستند؟ هم روز کتاب های جدید تایید میکنه، تاکید میکنه که لطفا دوای خواب بعد از اینکه دلیل بیخوابی مشخص میشه، بسیار باید کسایی که دوای خواب میخورن پیش از اینکه دارو مصرف کنن لطفا دلیل بیخوابی خود پیدا کنن. اگر پیش دکتر هم میرن به منظور بیخوابی خود شکایت میکنن، یعنی 90% بیشتر از 75% مردم میرن مراجعه مشتری دکتر صاحب هستن. بله. مشکلشان بیخوابی است. اینا دلایلش چی است؟ یک قسمتشان برتون تشریح کردم. قسمت دیگه بیخوابی معمولا اختلالات روانی است، مثلا اختلالات افسردگی، اختلالات استراب، اختلالات شخصیت، اختلالات خلقی و امثال هم میتونه که باعث مختل شدن خواب ما شود. یا خواب ما را ما که میگیم اختلالات خواب، هدف ما تنها بیخوابی نیست، پرخوابی هم است. مثلا کسایی که به شکل تیپیک افسرده هستند، نه سالای سال افسرده هستند، اینیا هم اختلالات خواب دارند، یا بیش از حد خوابشان، یعنی سیکل خواب مختل میشه. بیش اکثریت مردم از بیخوابی شکایت میکنن، اکثریت تعداد کمی از مردم از پرخوابی، یعنی پرخوابی تقریبا 10% جامعه مشکلات پرخوابی را داره. بیشترشان بیخواب هستند. یعنی برای ما چی مهم است؟ بیلانس، که آیا شخص پرخواب است یا بیخواب، یا خواب نرمال است. این بسیار مهم است. دلایل دیگه استفاده از دخانیات است، سیگارت، نسوار، کافئین، نیکوتین، بعض دوای عصبی است که باعث، خصوصا بیشترین دوایی که به منظور افسردگی استفاده میشه، کسایی که افسرده هستند دوای ضد افسردگی را استفاده میکنن، هم باعث میشه که خوابشان از لحاظ کمیت و کیفیت تغییر کنه. و در جامعه ما شما که چیز بسیار معمول است، او عدم مراعات نمودن رژیم یا قوانین یا بهداشت خواب است. گند این بخش دکتر صاحب صحبت تا را می داشته باشیم. با شما یک وقفه خیلی کوتاه می گیریم، در ادامه با ما همراه باشین و بعد از وقفه ما منتظر تماس های شما هم هستیم در برنامه. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم. کسایی که خوابشان نرمال نیست یا هم بیخوابی یا نوع از انواع اختلالات دیگه که در خوابشان دیده میشه، امروز روی همین موضوع با دکتر صاحب صحبت داریم و شما هم میتونین تماس بگیرین. 0202-1293 هم فعال است و ما هم منتظر تماس های شما هستیم، چیز سوال اگر از دکتر صاحب دارین. خب بیاین سوالی که در 488 هم داریم بپرسم از دکتر صاحب. زبیر جان امیر سلام تقدیم کردن و گفتن که علت عرق کردن در خواب چی است؟ معمولا شاید هم که کسایی که تعرق در خواب دارن
بعضی کسایی هستند که پیشتر ما طبقه بندی خواب گفتم اختلالات اپنه انسدادی در خواب دارند، یعنی در جریان خواب یک قسمت از طرق تنفسی علوی مسدود میشه، یا میشه که به شکل کامل این طرق تنفسی علوی مسدود شوه، یا میشه که به شکل نسبی مسدود شوه از باعث نرسیدن اکسیژن بر مغز. نه تحرق پیش مریض شروع میشه، برای علاوه که مریضا تحرق دارن از طرف شو احساس خفگی هم دارن، از طرف وقتی که خواب میکنن اصطلاح عام یا سنورینگ اصطلاح تیبیش است خورپف نه بیشتر مریضا می داشته باشن همراهش می باشه، از طرف صبح وقتی که از خواب میخیزن سردردی می داشته باشن، فشار بلند خون می داشته باشن، احساس خوابالودگی روزانه می داشته باشن. دلیل عمده و اساسی کسایی که دخواب تحرق می داشته باشه عرق میکنن زیادتر مربوط به اختلالات انسدادی اپنه یا سلیپ اپنه سردر میشه. معمولا میشه که ما دکتر صاحبای گوش و گلون بهتر در مورد صحبت کنن، بعض وقت رای حل از آلات جرایی است تا مجرای طرق تنفسی علوی باز شوه اکسیژن به مغز خوبتر برسه، و یا هم میشه که از بعض قطرات است که نمی مجرا را توسر میتا باز نگاه میکنه، یا معمولا سی پی یک عالی فشاری است که شو مریض ماسک واری است میپوشه و این اکسیژن به سرعت وارد مغز میرسانه، این مشکلشان حل میشه. میشه که در مورد هم صحبت کنم. بسیار خوب نجمه جان، اینا گفتن که قوانین صحیح خواب چی هست؟ بسیار سوال خوب، بسیار سوال با جا پرسیدن. یعنی بهداشت خواب و یکی از دلایلی که خواب مریضای ما از بی خوابی شکایت میکنن او اینمی است، بهداشت خواب است. چند مورد بسیار عادی و معمول است، مثلا شرط اولش است که هر انسان باید بفهمه که من چقدر خواب ضرورت دارم، مثلا که میفهمه اندازه گردن ما چقدر است، قدم ما چقدر است، وزن ما چقدر است، باید بفهمه که در 24 ساعت من چقدر برای خواب ضرورت دارم. بونم قدر باید دکتر شب صحبت میکنیم، تماس داریم. یکی از خواهرای ما روی خط تلفن هستن. فریبا جان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. یعنی وقتی که من روزانه تلفن گپ میزنم برای کسی یا تلویزیون میبینم یا چیز مثلا برای کسی قصا میکنم میشینم کار خانه میکنم آنچه که میگذره شو وقت که خواب میکنم تمام یعنی دوباره به خواب میاد دوباره تمام میزنم یا خواب میبینم یا اگر خواب میبینم خواب باشم میبینم ایچ فکر میکنم که ما ایچ خواب نشده باشم سردرد گنس میباشم. اگر شما سوال دارین دکتر صاحب؟ نه خب تشکر از سماعت شما. فریبا جان بشنوین از طریق تلویزیون بفرمایید. همچنین گفتن که چیزایی که ما صرف صبح زندگی ما سپری میشه و باعث میشه. بله دو وضعیت است. معمولا وقتی که ما خواب میبینیم یک تماندهی روز است، چیزی که در 24 ساعت زندگی روزمره ما سپری میکنیم. بیشتر وقتی که انوس دقیق علت شناخته شده به خاطر دیدن خواب ما نداریم. دو صحبتی را هم که حالا در حد تیوری است، یک تمانده روز است نه؟ که باعث میشه محتوی ذهن ما را تشکیل میده و ما خواب میبینیم، و مورد دومی است چیزایی که در ضمیر ناخودآگاه ما رفته. ما از لحاظ مسلک روان میگیم که هیچ چیز فراموش شدنی نیست، صرف از سطح هوشیاری ما میره. نه اگر کمه که دقت کنیم، شاید اگر یعنی بلازه چند دقیقه ما خود دقت کنیم، شاید چند سنف دوازدهتان بایدتان بایی که کی بود استادتان که بود، نگرانتان که بود، نه؟ مگر دفعتان امیل اعضا یادتان نیست، یعنی هیچ چیزی فراموش شدنی نیست، صرف میره به ضمیر ناخودآگاه ما. یعنی وقتی که ما خواب میبینیم، خوابم بیشتر دوستا محتوی خوابشان صبح بایدشان است و بیشتر دوستا محتوی خوابشان بایدشان نیست. کسایی که خواب در مرحله رم میبینن صبح مکملا تشریح میکنن که ما چه قسم یک خواب دیدیم. بیشتر کسایی که خواب میبینن و محتوی خوابشان بایدشان نیست، اون مرحله سوم و چهارم نان رم خواب است، خواب میبینن مگر محتویشان بایدشان نیست. یکی از خصوصیات خواب رم اینمی است که محتوی بیشتر رویاها و خواب ما میبینیم. تمام داره از چی کار را فریبان جان انجام بتن نشنویم از دکتر شاید یک تماس دیگه هم میگیریم، بعدا هر دو سوال دکتر شاید پاسخ میدم. خب سلام خوش آمدیم. سلام خسته سلام و دکتر صاحب خوش آمدیم. سلامت باشین، خیلی خوش آمدین به برنامه. موضوع هم حتما گرفتین، مشاهیم سوال اگر دارین. زنده باشین. موضوع را گرفتین استاد محترم، بسیار موضوع خوب است، موضوعی که قشنگ انتخاب کردین. ما خودمون در جایی که زندگی میکنیم اصلا فکر سر خواب نکنیم، گفتن شما سر شب خواب کنید، مردم ما تا 14 یا 11 جلسه خواب میکنن. دکتر سوال
سوالم از این است، با مردم چه کمی چه خواب کنن؟ یک سوال، سوال بیم از این است، یک روز در خواب پیسو خراب میکنه، پیسو برای صدا میکنه، با خدا یک مهنوز بدون، یک نبر خواب کنه، فکر میگه تر صاحب سوال هم میکنه. اینمی چی نقطه سر؟ یک گروه هست، یک کمه چیز پیشی بسی پیشی داختری در ببرم، نخواه با مهنوز باشیم یا این سوال خواب نمیدارم. یک موضوع، موضوع بگن سوال مختلف از این است، تسمه چه که خواب کنم؟ استفلو چند دوازده تا سیزده تا چهارده تا اینمی به تشکیل بسیار خوش بشم دوزه. تشکر برادر عزیز از اینکه تماس گرفتین. سه جزء که سوال شما داشت ما گرفتیم. خب فریبا جان بیننده هستن، خیلی کوتاه این که اونا چه کار را انجام بدن، این مشکل را که یا اختلال که در خوابشان است ببینید، تمانده روز مانده. چیزی که بسیار مهم است اصول بهداشت خواب باید مراعات کنن. خود اصول مراعات کردن اصول بهداشت خواب بسیار کمک میکنه که تمانده روز باید شوه. دیگه چیزی که بسیار مهم است احتمالاً که تمانده روزش باید حالت استرابی هم پیش شوه، باید مشکلات بقیه اختلالات روانی هم پیش شوه. بهتر است که یک تاریخچه دقیق از فریبا جان گرفته شوه یا پیش یکی از دکتر صاحبای متخصص روان اصاب مراجعه کنن که دقیق ارزیابی شوه، بعد از علت واقعیش معلوم شوه، بعد از اقدام با تداوی شوه. چیزی که بسیار مهم است اصول بهداشت خواب. ایره برادر دیگه هم سوال کرده بود، ایره باید مراعات کنن. برادر سوال کرد که اطفال باید چقدر بر خواب ضرورت دارن، نیاز دارن؟ اطفال شیرخوار یا اطفالی که نو تولد شده بیشتر از 17 ساعت 18 ساعت باید 24 ساعت بخوابن. اطفالی که باید مکتب میرن حداقل باید الا 10 ساعت باید بخوابن. یک چیزی را که جمع میخوایم کوتا روشنایی بندازم او ای است که اصول بهداشت خواب ما میگیم که باید غذای شام باید وقت‌تر صرف شوه. از لحاظ شرعی هم چنین چیزی است، حداقل بین 6 الا 7 شام باید غذا صرف شوه و غذا سنگین نباشه. بله. چرا؟ نظر به نوعیت غذا الا 3 ساعت 2 الا 4 ساعت غذا در معده میمونه و بهترین وقت خواب بشه اشخاص قائل الا 10 شب است. متاسفانه که فامیلای ما شما وقتی که میبینیم بعد از 8 و نیم یا 9 شب غذا تیار میشه، غذا میوه و چای که در حالی که چای خودش باعث میشه که خواب به تعویق بندازه. این زیاد دکتر صاحب معمول است. چرا فکر کنید که 99% افغان ها بعض کسا سگرت نیکوتین از طریق تنفسی با سگرت میگرن، کافین نیکوتین، بعض کسا از طریق خوراکی میگرن، از طریق سیستم هضمی میگرن. ما بنمون چی داریم؟ وابستگی داریم. نه؟ گوشش کنن که بعد از شام مایات چی بسازن؟ قطع کنن، کم بسازن، اصلا نگه استفاده نکنن. خصوصا کافین و نیکوتین و چای سیاه و چای سبز رو که ما شما استفاده میکنیم و غذا را هم وقت‌تر بخورن. نه؟ معمولا و اطفال منتظر است که دسترخوان تیار شوه، باید کلانا غذا را نوش جان کنن یا هم با وا. بعد از میوه میشه، بعد از غذا میشه، یک وقت آدم ساعته که میبینی یاسته بایدی شوه است. یعنی فکر کنه تقریبا هر 24 ساعتی که سپری میشه اینمی خانواده از شرایط نرمال زندگی خود 2 ساعت 3 ساعت قرض دار است. یعنی اونمور یعنی ساعتای بیولوژیک که وجود ما شما که مثلا وقتی که ما 10 بجه شب خواب میکنیم و تا 5 صبح خواب میکنیم استراحت میکنیم، یعنی وقتی است که غذایی را که ما تا صرف روز خوردیم مواد مفیدش مواد بدن بخورش جذب میشه. اگر ما تا وقت شب بیدار میمونیم و یا یکی از فواید خواب اینمی است که ما را انرژی میده. فواید دیگه ای است که حتی باعث میشه خواب که از لحاظ کمیت و کیفیت درست باشه، باعث میشه که ارگانه بقیه وجود ما حفظ باشه. باعث میشه که ما صرف روز مبتلا به اختلالات 40% دلیل اختلالات روانی بیخوابی است. باعث میشه که ما مبتلا به اختلالات خلقی و استرابی نشیم. یعنی اگر یک خواب ما از لحاظ کیفیت درست باشه بسیار فواید بزرگی را ما کنش رو بوده می باشیم. یک جزء سوال شما گفتن کسایی که بگفته خود برادر ما که خورست دارن اونا پیش دکتر ببرین چی؟ خب بیاین روی این بخش رو صحبت میکنیم. سارا جان روی خط تلفن هستن. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. صدای من رو میشنوین؟ سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. تشکر، سوال دارین؟ تشکر، زنده باشین. سارا هستم از کابلستان. سارا جان خوش آمدین، بفرمایید. زنده باشین. ما از اساس سوال داشتیم که مادرم خواب نداره وقتی آنو صبح که به نمازم بیدار میشه واسه بزرگ خوابش نمیداره، به فکر حرکت میبسه میشه بیداره. در معلومات خودت میشه یک کمه که معلومات بتویم شده که در فکر هر گپ هدفتان چی است؟ مادرتان چی مشکل داره برای لایه بیخوابی؟
کدام مشکل خاصی نداره، فقط بخواب است. خوابش نمیداره وقتی که بیدار شده، هرگر دست قدرش میداره دوباره خوابش نمیداره. نه، و وقتی که خواب میکنه در شروع خواب خوب مشکل نداره؟ نه خیلی نیست، کدام مشکلی داره نداره. خب دکتر صاحب سوال شما را گرفتن، تشکر از سوال شما، بفرمایید دکتر صاحب. معمولا وقتی که سن زیاد شده میره، بله، ضرورت و نیاز خواب کم شده میره. شاید مادر کسی بوده باشه که سنش شاید زیاد بوده باشه، وقتی در شروع خواب مشکل نداره، بین بیمانه که خواب آرام میکنه، خواب مادر درست است، صبحانه کس خواب میخیزه مشکلات پیدا میکنه. شاید هم که دلایل متفاوتی داشته باشه، شاید مادر مبتلا در سن سال افسردگی دوره کهولت مادره، شاید که مادر مبتلا به افسردگی دوره کهولت باشه، شاید مادر مبتلا به اختلالات بقیه روانی و عصبی باشه، شاید هم مادر بقیه مشکلات دیگه داشته باشه که باعث مختل شدن خوابشان شده، باعث ازش شده که صبح بخیزن تر و تازگی و تراوت خود نداشته باشن. و کوتاه برادر گفت که خورپف میکنه سنورنگ، شاید هم که ما پیشتر گفتم یک اختلالات است که کت خواب همراه می باشه، طرق تنفسی علوی مسدود می باشه، یا به شکل نزبی یا به شکل کامل. میشه که با دکتر صاحبای گوش گلون در این مورد صحبت کنم. بسیار خوب. وقت ما تمام است. بسیاری از صحبت ها ما انشالله برنامه های بعد هم این موضوع را خود گرفتیم. با دکتر صاحب ادامه بحث و صحبت های انشالله خود بود. تشکر از شما. سلامت باشه. سلامت باشه. سپاس از همه شما بیننده های عزیز از اینکه بازم با ما همراه بودین در برنامه امروزی. دوستان که تماس گرفتین انشالله پاسخ سوالتان را به دست آورده باشین. تا دیدار بعد همه شما را به خدا نگهدار. Thank you.